سلام دوستای نازنینم، خدا کنه که صحت و سلامت باشین، روزه و نمازتان قبول. دوستای ما تقاضا کرده بودن که تنبان پنجابی برشان قیچی کنم. من قیچی کردم، تنبان پلیتی هست، پلیتای داخلی داره، شما هم میتونین قیچی کنین، بسیار آسان است. ببینین، ما تکر دو قات کردیم، تکه ساتن از برش کلان باشه و بعدن به این شکل قات میکنم، مثل که دامن و ریب قیچی میکنیم. شکل دامن و ریب قیچی نمی کنم، فقط قات کردنش دامن و ریب وارس. اگر خواستین مشکل بود میتونین در یوتیوب هم سرچ کنین. به این شکل میشه دامن و ریب واری هم قیچی کرد و به این شکل هم هر قسمی که شما راحت بودین. من اول به این شکل قیچی میکنم، اگر زنده بودم به شکل و ریبش هم قیچی میکنم براتون. بخاطر از اینکه تکه ما شور نخوره و یا بی جای نش از جایش، من از این سوزن ها استفاده میکنم، بخاطر به وقت قیچی کردن برام آسان تر میشه. ببینین، به این شکل من از این سوزن ها استفاده میکنم، شما هم میتونین از این سوزن ها استفاده کنین، بخاطر که وقت اگر تکه نازک باشه وقت قیچی کردن شما مشکل نمیبینین. دیدین به این شکل قد تنبانم ما 37 گرفتیم، فقط در قسمت بالایش کم تکم اندازم، زیاد نم اندازم، بخاطر از این که بعد معلوم میشه. به این شکل ببینین قد تنبان 37، در بالای 4 اینج میگیرم که 2 اینج دوخت میره، ما همراه عق دوخت خود گرفتیم. قد تنبان 37 خط میکنم، یک قسمت دانه پاچه میگیرم، درازیش اندازه میکنم از بالا، از نوکک تا قسمت دانه پاچه 8 و می شکل خط میکنم. شما میتونین دانه پاچه را راست هم بگیرین، ما به شکل گل گرفتیم چون نخواستم که راست بگیرم. اگر خواستین میتونین شما هم دانه پاچه را 6 میگیرم. متوجه باشین که دانه پاچه را زیاد کلان نگیرین که تنبان بعد معلوم میشه، چون تنبان خلطه ای است دانه پاچه. اگر خوش داشتین 5 هم میشه بگیرین، دانه پاچه دانه تکمه بتین و یا کلفت. قسمت پیش روی درزش هم 13 میگیرم، چون عقد دوخت خود هم گرفتیم مکمل، دبالات کم اندازم، بعدا 14 و 15 میشه. به این شکل اول دانه پاچه را قیچی میکنم، شما هم میتونین اول اگر تکه داشتین تکه بیکاره، اول تکه بیکاره دهان کنین، بعدن تکه که دلخواهتان است قیچی کنین. به این شکل قسمت درز پیش روش قیچی میکنم، اما تو راست هیچ قیچیش نمیکنم، فقط اینی قسمت که گوشیش راست قیچی میکنم. به این شکل 2 اینچ، از این کوشش کنین زیاد نشه که بخاطر باز بد معلوم میشه، درزش زیاد میشه. 2 اینچ قیچی میکنیم به این شکل، بعدن قیچیش راست به این شکل، بعدن امی قسمت درز میگیریم. ببینیم، من سوزنا را میکشم، بعدن نشانت میتونم که چطور پلیت بدوزیم، پلیتایش تار بندازیم یک برابر. تکی که در بالای تنبان مندازم 23 برش گرفتیم، دور سورینتان اندازه کنین، متوجه باشین که کلان نباشه و بر تکرم 4 اینج گرفتیم که 2 اینج میشه و 2 اینجش در قات میره، البته قات و قسمت لاشتوک. البته به این شکل متوجه باشین وقتی که میدوختین دور سورینتان دور را دور اندازه کنین، به خاطر از این که کوشش کنین که این قسمت کلان نبیایه، بعد معلوم میشه که هم تنبان چین داشته باشه و هم بالایش بعد معلوم میشه. به این شکل یک تخته تنبان هم جدا میکنم، که تخته دیگهش هم میگیرم، پلیت نشان میتونم که چطور پلیت بدوزیم. به این شکل ببینیم، این رقم پلیت مندازین یک برابر، امی قسمت که باز است، شکل هفته که داره، این اول باز میدوزین، ما پسان میدوزم، بعدن نشانتان میدم. به این شکل دور و دور ما پلیت مندازیم، پلیت های درونی باشه، پلیت ها بیرون نباشه، خوش البته منظور ما هست. به این شکل کوشش کنین که پلیت هایتان یک اندازه باشه، اگر یکیش کم یکیش زیاد باشه بعد معلوم میشه. وقتی که علقه تنبانه که بپوشین، علقه هایش یکیش خرد میاد یکیش کلان. به این شکل تمامش ما بعدم تار مندازم، به خاطر که آسان تر شو برما. و متوجه باشین تکی که قیچی کردین و بالایش به اندازه از او میگیرین.
وقت دیدین به این شکل. ببینین نازنین های، ما گفته بودم این قسمت ما تار مندازم بعدن میدوزم، به خاطر از این که وقتی که ما پلیت میتیم یک برابر یعنی راست میایه. ما تنبان تمام پلیت هایش دوختم، تار انداختیم و حالا درز پیشوبی میدوزم به این شکل. شما میتونین این تنبان تا در بغلاش هم درز بتین، تکمه بتین، ما فقط درز ندادیم، یک لخت دوختیم. من این درز پیشوری دو بار می دوزم به خاطر که محکم تر بیاید تا که کنده نشه و یا توته نشه، و همچنان در می عین زمان زیگزگ هم می کنم. به این شکل می دوزین. اگر زنده بودم چند تنبان دیگه هم هست به می شکل، البته قیچی کردنش فرق داره. این شکل اوریب است، شکل گیبی هم است، چیندارش هم است. شما هر کدامش خوش داشتین میتونین بدوزین. این طریقه بسیار آسان است. شما میتونین ایره اگر پلید نتین چین هم میتونین بتین. به این شکل درز دوبار میدوزم بعدن زیگزگش میکنم. شما هم میتونین دوبار بدوزین. کوشش نکنین که یک بار بدوزین بگوین برو درست است، به خاطر کزی که قسمت بسیار مهم است. درزش اگر خطا بخوره چند بار بدوزی باز بر خودتان مشکل میشه که هر بار توته شوه و شما بدوزین. به این شکل زیگزگ میکنم. ببینین این قسمت درزه که گفته بودم حالا میدوزم که بعدن باز راست میایه. شاید شما متوجه شوین، شاید بگوین که چرا این قسمت هفت است، شاید دراست نبیه. اینال وقتی که ما این درزه بدوزیم امی قسمت در بغل ها میایه، قسمت بالا راست و به متکی که در بالا توتم اندازیم یک برابر میایه. نازنین های، وقتی که پنجابی را میدوختین، ما پنجابی از این را وقت دوختیم قبلا، چون این پیش از این بود که پیش از کرونا ما پنجابی از این را دوخته بودم، به خاطر که دوکانم بسته شد نتانستم که ما تکیش پیدا کنم، از او خاطر حالا تنبانش خواستم امرای شما شریک بسازم. عزیزای دلم، وقتی که پنجابی را میدوزین، اگر تنبان القهی میخواستین بدوزین که این قسمتاش به این شکل پلیت داشته باشه، کوشش کنین چاک برایتان تا قسمت پلیتاش باشه که از وقتی که میپوشین پلیتاش درست معلوم شوه، یعنی زیبایی همی تنبان دمو پلیتاشش. شما میتونین حتی این تنبان همراه تی شرت بدوزین بپوشین، یعنی استفاده کنین برای اطفالتان بدوزین البته، و یا میتونین که کمرش همراه کمربند بسیار مقبول معلوم میشه، و هم چنان میتونین همراه پنجابی هم استفاده کنین. به شکل والت کی که در بالا بود من او را میدوزم. شما متوجه باشین، اگر شما خواستین شما میتونین اردوش تار بندازین، ما تار نمندازم، فقط اماتو میدوزم. آیسته آیسته دور و دورشم هم میدوزم. شما هم چنان میتونین به این شکل کوشش کنین پلیتا را وقتی که میدوزین بشانین که از پیشتان تا وقت دوختن متوجه باشین که پایین بالا نبیایه. به این شکل به دوختن خود ادامه میتیم. متوجه باشین که تکر وقتی که میدوزین پیش از اینکه بدوزین اندازه میکنین. نازنین هایم، تکی بود تکی توتیش دوخته شد، البته توتی که در بالا مفتاد، ولی قسمتش هم لاشتوک میتونم به این شکل از این لاشتوک دو کلک هست البته اندازه میکنم، و شما میتونین لاشتوک در خود تنبان هم بدوزین. من هم میدوزم به خاطر از اینکه از خودم نیستک، از او خاطر اگر لاشتکش تنگ باشه میتونه که شخصی که استفاده میکنه او را دیگه لاشتک هم بندازه، یعنی اگر خرد بود میتونه دیگه لاشتک بندازه. اگر شما خوش داشتین میتونین لاشتک بدوزین همراهی خود تکه. به این شکل میدوزیم، قاط میکنیم هر دو طرفش، از به این شکل سوزن استفاده میکنم بعدن میدوزیم. ما بازم میگم لاشتکه نمیدوزم در خود تکه، فقط خود نیفه را قاد کردم. اگر شما خواستین میتونین بدوزین به این شکل امرای لاشتک. همون درزی که در تنبان هم گرفتیم ما او هم پات شد، به خاطر پاکتر شد. به این شکل دور و دورشم من میدوزم. شما هم میتونین همی کار کنین. کوشش کنین از لاشتکای اصل استفاده کنین، به خاطر از این که لاشتوک بدل کش زیاد نمی باشه،
یعنی خراب می آید. به این شکل تمامشم من می دوزم دور و دور. خدا کنه که ویدیوهای من خوشتان بیاین نازنینایم. اگر ویدیوهای من خوشتان آمد لایک و سابسکرایب کنین و مرا از دعایتان فراموش نکنین. دیدین نازنینایم لاشتک دوخته شد و بسیار خوبش هم آمد. به این شکل بازو توکو کردیم دیگه هم صفا تر میه. و یک چیز دیگه هم بگویم که وقتی که میخواستین اوتو کنین پلیتایش اوتو نکنین به خاطر میشینه. حالا لب پاچهشم هم میدوزم، درزشم قبلا دوختم به خاطر از این که خسته کن برتان تمام نشه. ماه رمضان است، خاطر لب پاچه را کوشش نکنین که دبل بگیرین که بسیار بد معلوم بشه. بسیار معین بدوزین، نازک البته، خاطرش زیاد دبل نباشه که زیبایی ایتونبان در این قاط نازکش است. به این شکل می دوزم تمامش، البته هر دو پاچه را می دوزم. بعدن بازو تو می کنم. شما خود دیدین در ویدیو که وقت استارت شد شما دیدین. جالبی بود که وقتی ما بازار رفتم به ایتون تکه تا تارم پیدا نشد. بسیار تارش کمی فرق داره. لب پاچه دوخته شد به این شکل. اگر شما خواستین میتونین که